نماینده پیشین فرا طالبان بدون تحقیق و بر اساس ادعای یکتن را قصاص کردند. سیدی دل خود را خالی ساخت. با نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یک از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب کنید. نماینده پیشین فرا طالبان بدون تحقیق و بر اساس ادعای یک تن را قصاص کردند. عبدالستار حسینی نماینده پیشین مردم فرا در مجلس نمایندگان میگویند که طالبان یک فرد را در این ولایت بر اساس یک ادعا در ملای عام محاکمه کردند. آقای حسینی در یک نوار تصویری که شام چهارشنبه 16 قوس در شبکه های اجتماعی نشر شده میگوید که طالبان هیچ نوع پایبندی به حقوق بشر نداشته، بلکه آنها پایمال کردند. با گفته حسینی، کابینه طالبان برای تحقیق یک تن را اساس ادعای در مورد کشته شدن کسی در 6 سال پیش به خاطر تلفن موتورسیکل قصاص کردند. و در پایان یک خبر فوری، احمد سیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با سلام و درود، امریکا ها به شما میگوییم. در طول تاریخ شما هیچ جنگ را پایان ندادید، ولی جنگ دیگر آغاز کرده اید. حضور گسترده القاعده در افغانستان و انتقال دفاتر جهش محمد و لشکر طیبه در افغانستان، حادثه 11 سپتامبر سال 2001 یک بار دیگر در امریکا تکرار خواهد شد. با باور من، آقای بایدن به خاطر سیاست های ناقبت اندیشنشان خود را کیفیت قیمت گذار را خواهد پرداخت. فراموش نکنید که القاعده با طالبان همسو هستند و شما انتظار حمله دیگر را در امریکا داشته باشید. احتمال حمله مشابه 11 سپتامبر در خاک امریکا و متحدین آنها کشور از خاک افغانستان دور است تصور نیست و این کارها به دلیل عمله کرد عجولانه آقای جو بایدن صورت خواهد گرفت. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.